کره جنوبی میگوید از واکسن آسترازنکا برای تلقیح سالمندان بالای 65 سال استفاده نخواهد کرد، ضمن اینکه به دلیل تأخیر پروژه جهانی کوواکس در ارسال واکسن، جدول زمانی اولیه برای واکسیناسیون را تغییر داده است. گزارشی از شهرام بهرامی نژاد. مقام‌های کره جنوبی پیشتر گفته بودند که در 3 ماهه اول سال جاری مسیحی 1,300,000 نفر از شهروندان آن کشور واکسن ساخت آسترازنکا دریافت خواهند کرد. پروژه جهانی کوواکس زیر نظر سازمان جهانی بهداشت و با هدف توزیع عادلانه واکسن کرونا بین کشورهای جهان تأسیس شده است. اما مشکلات اداری آن نهاد برای ارسال واکسن آسترازنکا به کره جنوبی باعث شد تا برآورد دریافت کنندگان واکسن به 750,000 نفر کاهش یابد. اگرچه افزایش میزان واکسیناسیون برای دستیابی به هدف ایمن سازی خیلی مهم است، اما اختلاف نظر در مورد اثر واکسن بر سالمندان می تواند واکسیناسیون مردم و کادر بهداشتی را کاهش دهد. خانم کیونگ میگوید واکسیناسیون افراد مسن تا جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد این واکسن به خصوص با تأخیر انجام می شود. شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا.